خب پس اولین تعریفی که ما داریم در مورد انرژی این که انرژی همه چیز هست ایجاد نمیشه از بین نمیره بلکه از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه این یه نکته خب بنابراین چه جسم باشه چه جسم نباشه انرژی و این خیلی مهمه که تو این فاز ما این رو جز ادراکمون بیاریم انرژی حتما چیزی نیست که باعث حرکت بشه اون تعریف خالص فیزیک هست ولی اون حرکته در نهاد تمامی ذرات خلقت وجود داره قانون یکی از قوانین هرمس خیلی بهش مراجعه میکنیم که میگه Everything moves, everything vibrates. همه چیز حرکت میکنه و همه چیز ارتعاش داره. ارتعاش همون ویبریشنه همون ویبره موبایل که میلرزه. اون یعنی ارتعاش. و این ذات هر ذره ای در آفرینشه چه اون ذره فیزیکی باشه چه اون ذره فیزیکی نباشه اینی که یک ذره فیزیکی میشه بنا میزان ارتعاشش هست که به سطحی میرسه که قابلیت تجسد در سطح فیزیک رو پیدا میکنه اگر به اون مقدار نرسه غیر فیزیکیه اگر از یه مقداری هم رد بشه باز دوباره غیر فیزیکیه دقیقا مثل نور مرئی نور طیف گسترده ای داره از خیلی به قول معروف فرکانس پایین نور داریم تا بالا حالا اون چیزهایی که میشناسیم به غیر از اون هفت رنگ اصلی رنگین کمان میگیم مادون قرمز ماورای بنفش اینها هم نور هستن ولی با چشم غیر, فیز... با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستن جسم فیزیکی هم به همین صورت بنابراین همه چیز انرژی است همه چیز ارتعاش داره و همه چیز حرکت میکنه چه فیزیکی باشه چه فیزیکی نباشه خب فیزیکیاش که معلومه اون چیزهایی که فیزیکی نیست احساسات توه افکار توه کلام توه این ستاره که معمولا در نظرش نمیگیریم ولی میدونیم که وجود داره اصلی ترینش که خیلی راحت داریم نادیدش میگیریم همین کلاممونه کلام مگه انرژی صوتی نیست وقتی این کلمه از اینجا در میاد این انرژی صوتی این کلمه این بار انرژیکی این گوله انرژیکی این کره انرژیکی رو منتقل میکنه به یه جای دیگه و این کره انرژیکی روی سطح روی یک آدم روی یک موجود دیگه اثر میذاره چرا چون انرژی تبدیل میشه از بین نمیره پس کلام شما باعث این تغییر میشه افکار شما فرکانسن مگه شما نمیرید فرکانس مغزتون رو میگیرید مگه این بالا پایین نمیشه مگه ارتعاش نداره پس داره در فضا منتشر میشه پس وقتی در فضا داره منتشر میشه به یه جای میرسه برخورد میکنه و تأثیرش رو میگذاره حالا افکار خاصی که شما داری امضای فرکانسی خاص دارن فکر آسیب زننده فکر مخرب فکر محدود کننده باور محدود کننده ترس و هر چیز دیگه ای، چه مثبت چه منفی یک امضای فرکانسی خاص دارن و با توجه به امضای فرکانسی خاصی که دارن که امروز در موردش صحبت کنیم تأثیر خاص خودشون رو در محیط میگذارن پس الان ما با این سه تا اصل آشنا شدیم انرژی چیه؟ فرکانس چیه که در همه چیز وجود ارتعاش چیه که در همه چیز وجود داره و فرکانس فرکانس چیه واحد سنجش ارتعاش فرکانس واحد سنجش ارتعاش فرکانسه یعنی این که اگر من یه سری عکس آماده کردم که راحت براتون توضیحش بدم ببینید این فرکانس این خط قرمزی که بالا رفته و پایین اومده فرکانس خب میگه اگر در واحد زمانی یک ثانیه این خط قرمز رنگ این خط قرمز رنگ یک بار به بالای این نمودار و یک بار به پایین این نمودار بره میشه یک هرتز من اینا رو الان دارم میگم شما نیاز داری اینا رو به عنوان سنگ بنا بدونی چون به چرخه تکرار شونده مربوط بنابراین فرکانس یعنی واحد سنجش این ارتعاش الان ما به صورت خیلی عمومی و کلی با مفاهیمی که جناب تسلا میخواد از ما بر اون اساس دنیا رو کل آفرینش رو کل آفرینش یعنی من یعنی تو یعنی این لیوان آب یعنی این هدفون یعنی این کامپیوتر یعنی این موبایل یعنی احساس من یعنی افکار تو یعنی کلام هممون و تمام انرژی که در کل کائنات به صورت فیزیکی و غیر فیزیکی وجود داره خب الان یه کلیاتی فهمیدیم خب این انرژی که هست با این فرکانسی که داره یا با این ارتعاشی که داره و میزان این ارتعاش که اون فرکانس باشه باعث خلق همه چیز میشه حالا این خلق همه چیز همه چیز فیزیکی و غیر فیزیکیه این بسیار مهمه که من دائما تاکید میکنم فیزیکی و غیر فیزیکی این خیلی مهمه یادتونه توی علوم علوم فکر میکنم همون اولای چه میدونم چهارم پنجم دبستان یک مبحثی رو داشتن به ما یاد میدادن به نام آقازیان تکسلولی هایی که بسیار بسیار کهن و قدیمی بودن و هنوز هم هستند که اصطلاحا به انگلیسی میشه دیاتومها ها یا به فارسی بهش میگن دیاتومه یا آغازیان یادتونه اونجوری که اون موقع من فهمیدم این بود که این آغازیان مال اون زمان آغاز بودن دیگه نیستن ولی هستن کماکان هستند و جزو یکی از شاخه های اصلی جلبک ها هستند و کماکان در طبیعت هستند و یکی از ساختارهای اصلی دنیا یه چیزی میخوام نشونتون بدم که یواش یواش ما رو برسونه به این ساختارهای تکرار شود این تصاویری که میبینید تصاویر میکروسکوپی همین آغازیان هایی هستند که ما فکر میکردیم دیگه وجود ندارن ولی هستند نگاه کن میبینید که چقدر مرتب و منظم و چیدمان دارن نگاه کنید این اسپیکر میمونه این کندوی اصل میمونه اینها مثلا سایز اینی که الان دیدید ده میکرومیتر بود یعنی بسیار بسیار کوچک این تیکه از تصاویر رو ببینید اینها دیاتوم های یا آغازیان هستند اینقدر مرتب و منظمند اینو نگاه کنید عین برج پیزاس چه چیزی در این دیاتوم های یا موجودات آغازین این نوع جلبک ها بسیار بسیار به چشم میاد یک ساختار منظم تکرار شونده این ساختار منظم تکرار شونده در این موجودات بسیار 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 ریز میکرونی توسط همین ارتعاشات فرکانس ها و وایبریشن ها به وجود اومده و از همین ها موجودات بزرگتر و پیچیده تر نظیر امثال من و شما و سایر حیوانات و سایر اجسام نه فقط حیوانات کوه و دشت و بیابون و درخت و غیره و هر چیزی که میبینی و هر چیزی که نمیبینی خلق میشه پایه و اساس هر آن چیزی که هست انرژی در درونش حرکت ارتعاش و مسلما واحد سنجشش فرکانس هست